درود فراوان، خودتون میدونید دیگه، و بیکران. بقیهش رو کامنت کنید، تکنیک های کامنت گیری. اگه با این ویدیو حال کردید لایک رو بزنید و زنگوله رو بفشارید. به قول خارجی ها it won't cost you anything but it means the world to me. پی روی نقشه اومد؟ چی بود اصلا؟ پیچرز، there's gang shooting up the bar. I don't know what to do. اصلا عجله نکن، اومدن دارن بارو به هم میریزن. پاچ فرانکلین با 207 قشنگش که ماشین دم دستیشه و توی خونه یه چیز خیلی خفن‌تر داره، میخواد بره الان اونجا که پیچرز به همه نشون بده که کتس تنه کیه. راستی مافیا رو به راه کردم، الان صبح زوده، ساعت 7 صبح دارم بازی پلی میدم و ویدیو ضبط میکنم. کامنت ها رو بعد اینکه ویدیو رو ضبط کردم، کامنت های دیشب رو دارم براه کنم، ببینم چیا نوشتید چیا نوشتید. کسب و کار جدید رو که آدم براه میکنه دیگه، بالاخره سر شروع میشه دیگه، خستگی بیش از اندازه باعث میشه که مثل بابا بزرگ ها ساعت 10-11 شب بخوابم، از اونور زود بیدار شم. یا ابوالفضل نشون میده یه نفر توی محیط بازی مثل خود آدم رانندگی کنه چقدر میتونه عجیب باشه. بعدت به بشه لوگوی قشنگی. و اینا کی هن؟ آقا بالاسای زنازاده اومدن اینجا دارن. تو این بار آدم های پوسی و ترسو. آره، بازی با کلماتو براه کرد. بار دیفندد، از بارم محافظت کردم. بریم سراغ تانیا. من به تنیشا زنگ میزدم، نگو برای اینکه اون مأموریت باقی مونده رو انجام بدم باید به تانیا زنگ بزنم. تبا گفته شما خوبان نخبه. برادرم از یک مادره دیگه، جی بی غیبش داده، نمیزم چون کنم. ولش کن برو سراغ یک مردی که سر به راهه. بداره این دفعه خیلی داغونه. دنبالشن، پیام فرستادن، گفتن تیکه تیکش میکنن. این خواهر کوچیکی گشته میمونه، نمیذارم اتفاق. این خانم تانیا متاسفانه اونجایی که نباید داره وفاداری میکنه. آقا برو ول کن، کات کن، برو سراغ یکی دیگه که معتاد نیست، مگر اینکه خودت هم یه ریگی به کف شد باشه، مگر اینکه خودش هم یک ریگی به کفشش باشه. او یس، چیکار میکنی آقا؟ دیگه به من انگشته میانیتو نشون نده. راستی گفتید که برو نمای داخلی ماشین سلاحتو عوض کن، کلیک راست کن. سلاحتو ماشین با بالا عوض میکردیم. نارنجک بوم میام روی دست و همونطور که انتظار داشتم این آپشن توی شهر تهران خیلی کاربردیه. کلا باید آدم یک دستش رو فرمون باشه، یک دست دیگهش به این حالت. ببین پسر، پای منقل و بسات جمع کنیم. آقا بیا برو پای کار. دوست دخترت، زنت کیه؟ داره از گشنگی میمیره، بعد حاج آقا رفته پای منقل، من باید برم کارشو انجام بدم. آخر بازی من با کاخ 15 میلیون دلاری و 18 میلیون دلار نت ورث پول نقد و مغازه باید من از مرکزم. یه ماشین روی ریل راه آهن خیابونه چون منطقه الیسیان خراب بوده. یه چیز سمه دیگه این بود که بچه ها گفتن خیلی از اکتیویتی ها و فعالیت جانبی بازی رو باید با کرکتر فرانکلین انجام بدی که درصدش رو بهت بده. درصد فعالیت های جانبی تریور و مایکل حساب نمیشه، که برام جالب بود. قبل از برخورد قطار ماشین خراب رو ستارت. آقا بیا بیرون از ماشینت، عجله نه. پایستینا کار رو در آورد، بریم دادش. جرثقیل رو حرکت نده تا راننده هم سوار شه. بیا بالا دادش. That was close. نشسته بودی تو ماشین، خب احمق، حداقل زور میذاری که خودش بدی. نه I couldn't. معلومه دیگه، باید پیادت کنم اون قبرستونی که میخوای بریم. مکان خوبی برای خراب شده نیست. لبه معبدی صدای شنیدم، بعد ماشین لطیف بود، آشغال خارجی. به زنش گفته
آشغال خارجی زنه گفته نزشته این حرفو نزن آقا و در عمل پشمام داره تیکای سنگین میندازه به صنعت خودروسازی و ماتریکس و محدود کننده های محیط زیستی گذاشته روی ماشین. خب الان چی شد؟ ریدید توی عملکرد فنی ماشین خراب میشه. و یک نکته‌ای که داره اینه که در جهان امروز اون کسایی که الیتن، عبارتی بیشتر پول و سرمایه جهان، گردش و مالی جهان دست اوناست، توپو در زمینه‌های مثل محیط زیست میندازن تو زمین آدم‌های معمولی که هیچ تأثیری واقعا توی اون آلودگی بزرگ ندارن. بیشتر این آلایندگی توسط خود صنایع مادره، نه حالا یه اگزوز یک ماشین کوچولویی که الان یه گاز CO2ی هم داره تولید میکنه. و همینطور توی مسئله آب، هی بیش از اندازه همه جای جهان به مردم میگن صرفه جویی کنید، حالا که بیشترین هدر رفته آب و مخصوصا آب شیرین توی صنایع کشاورزی به علت لوله کشی های نامناسبه، نه اینکه حالا یه نفری میره توی حموم خونش حالا 2 دقیقه هم زیر دوش میمونه آواز میخونه برای خودش. اگه هر مایل یک گالون بیشتر بنزین میسوزن من رو ریل گیر نمیکردم، واقعا نمیدونم چی بگه. الله اکبر، شما خیلی وقت تو این کاری؟ نه کار من این نیست، تیپیکال راننده اسنپا که کارخونه دارن، ولی خب هر از چنگایی مسافری هم میزنه. چند تا کاخ دارن که توی شهرک غرب اجاره دادن، ولی خب برای تفریح. یه مثال خنده‌دار براتون بزنم، مثلا یک کسی رو من میشناسم که ماشینش هم تقویت شده است، کاتالیزور نداره، یه سری رفتش معاینه فنی بهش گیر دادن، خب آلایندگی زیاده، بعد هیچ کاری نکرد رفت بیرون معاینه فنی یه ساعت چرخید، نه کاتالیزورش رو برگردون، هیچ کاری نکرد، یه دور زد دوباره رفت معاینه فنی و قبول شد. ببینید به طور رندوم معاینه فنی حالا اونجا یه طوری بوده که رد میکرده، هر چند تا یه دونه ماشین رو رد میکردن صرفا برای اینکه رد کرده باشن و بگن ما رد کردیم. چند ساعت بعد میری اونجا با ماشینی که تغییری نکرده، معاینه فنی همون ماشین رو دوباره بهت میده، خداحافظ ازش. اوکی ثانکس اگین، دات کود هاف بین ماچ ورس. بدتر از اینش. این همین یک دونه بود، همین یک دونه ماموریت گیر کرده بود توی گلویه. بهترین مرد جنوب لوسانتوس زنگ زده بود، بهش بگو بازم کارشو انجام بهش میگم به محض اینکه بیدار شده. کن پای منقل بوده دیشب، شرط میبندم اینطوری داشته خوابش میبرده و با سر هم رفته توی منقل، اینقدر که یوبس شده بوده. pulling favors again، بازی با کلماتم براه. خب اونی یک ای بابا، اون یکی جلوی فرانکلین بازم نرفت که. You can't be here, back up. خفشو. لاته کوچه خلوت. چتر کجا میتونه باشه؟ یه چتر بازی برا کنیم. جهت فان و تفریحات. نظرت چیه برسی؟ احساس میکنم دارم اونلی آپ بازی میکنم که بچه ها گفتن نسخه دومش هم اومده. از اون نسخه اولش به اندازه کافی تروما دارم. ولی یه کرمی تای وجودم میگه برو اون اولیاپر رو بازی کن. نمیدونم چرا، همون کرمی که باعث شد اصلا نسخه یکش رو بازی کنم همون داره دوره فعال میشه، میگه اشکال نداره برو تو میتونی. پشمام نگو، پشمام بگو چه جالب. تیپیکال ویدیوهای وایرال شده در اینستای فارسی. بنده خدایی که کارش این بالاه هر روز چند ساعتی تو راه رفت و آمده فقط، مگر اینکه برگشتنه رو دیگه حالا با چتر بیاد پایین کارش تمام میشه، از همون ور در رو بازی میکنه اینطوری. ولی بعضی تصویرسازی ها واقعا خنده داره، تصویرسازی هایی که میکنم تو ذهن خودم، اگه بتونم به منصه ظهور برسونمشون، بودجش بود که اینا رو من فیلم میکردم. خب چتر کجا میتونه باشه؟ انشاءالله که اینجاست. چتر نجات برداشتنی اینجا بود. آها خود این آیکون ساید میشن اینجاست. آقا بسم الله، آقا علی برکت الله، علا برکت الله. What goes up. خودت این بلا رو سر خودت آوردی احمد. Jump off the crane and parachute onto the truck. اینور
تراک کو حالا؟ من تراکی نمیبینم. آن جلوه جلوه خیلی ایزیه، باید خودم واش در یک راستا قرار بدم. اول راستا رو تعیین میکنیم. کنم الان باش در یک راستا هم راستا و درازا رو براه میکنه آج سینا و در همون فرست ترای داشت کار در میابرد ولی با زیر بغل رفتم تو جایی که نباید و همین سادگی. به نظرتون همینو ول کنم فرود میاییم؟ نه اینو شیر اینو خیلی قشنگ فرود اومدم ولی نکرم. 200 دلار در صحت و سلامت کامل لندینگ اکیوریسی 100%. نکرم. منو جی بی ترک کردیم ولی جی بی مریض شده، میتونی یه کار دیگه رو هم برام انجام بدی؟ الله اکبر الله اکبر. آره اینطوری حرف بزن. خیلی داغونی. کراکو ترک کردم. جی بی هم میتونی واقعا میگم یه کار دیگه هم میتونی بکنی ازم تا وقتی که حالش خوب شه. گیری کردیم آخرین بار. برای آخرین بار سوار ماشین داشت ماکل شده به سیست میخوره یا نه؟ انصافا ماکسیما نمیخوره به سیست فرانکلین. یکی با استایل فرانکلین سوار این ماشین میشه انگار ماشین سابکارشه. مثلا سابکارش گفته پس این ماشین رو برده ببر تعویض روغنی پلاستیکا رو ببر تنظیم وات کن. درود بیکران. Endless solutions to you all. Endless salutations. مرکزم این ماشین خراب و این داستان را که پشمام. احساس میکنم که بعد از اتمام جریانات اصلی بازی هر کسی داره با چیزهایی که درون ناخودآگاه خودش بوده روبرو میشده. الان بهتون توضیح میدم. Let me explain myself. مثلا تریور که مشکلات مادری داشت با ننش روبرو شد و مواجه شد و فرانکلین هم که مشکلش این بود که بیش از اندازه به بچه معلاش لطف میکرد و به خاطرشون تو زندگی از پیشرفت باز مونده بود، الان باید با این قضیه روبرو شه و بتونه بگی نه، باید نگفتن به بچه معلاشو یاد بگیره و این کار رو ترک کنه، خودش نره لاکار به خاطر اینکه بخواد گندکاریای آدمای اطرافش رو جمع کنه. چطوری سوتون؟ آدید خراب شده عشقم. بیا let me take care of it baby. اوکی باشه اول باید سلطان سوار شه بعد ماشین زیباش رو من اینجا تکنم. چشم اپا سوار میبرم اتون پیش یک مکانیک. امر کن شما فقط دستور بده. زمان پاسخویت خوب نیست محض اطلاعات. این نمیخوام میتونی گم شو بری آروم باشم. من سرزنشت نمی کنم. تو فقط یک کارمندی درکت میکنم. فقط میگم باید پاسخگو باشم. نه فقط کارمنده بلکه مدیرها. مرتبا نقد منفی میذارم رو سایت ولی انگار کسی نمی کنه. اونه الکی آقا. قبلا سه بار ماشین رو وکسل کردن سریع ترین پاسخگوییتون 47 دقیقه بوده. احتمالا یه سیستم جدید نیاز داری. شاید هم توی ماشین جدید نیاز داری. آقا من سرزنشت نمی کنم. مشکل من با درشکه چیه؟ نه قاتل. اوف سخن بزرگان. ناموس بازی با کلمات. ناموس لفظ بازی. مپ چه آدرس دادنیه؟ حالش بده مپ. اچ باید نگه میداشت. اوکی خدا نگه دار. خود تراکم میذارم اینجا. فرانکلین واز کرکن. چه خبر؟ کار رو انجام دادم. دیگه سمت مواد نرو گرفتی؟ من مست زندگی هم. رو زندگی چتم.
تا ببینیم در عمل چی میشه. بازم باید کارهای دوست پسرت که پای منقله رو من انجام بدم. Still pulling favors، همچنان مشغول لطف کردن. کلن فرانکلین هم آدم براهیه، انصافا مشتی و سفره داره. چیزی که تالا ازش دیدیم، کاری که برای لامار کرده. من هنوز زندم هروم زاده ها، اگه براتون سواله اهمیتی میدید به پدر خانواده که داره پاره میشه که شما که صف بالا سرتون باشه و همه رفتید دنبال عیاشی. Outfits Epsilon Robes، اینو بپوشیم، منتظر باشیم بمون تماس بگیرم ببینیم که تماس رو برا میکنن یا نه. چمنا رو هرس کردم. پشمام چقدر جیمز باند تور. الله اکبر. یوهو بدونش البته بدونش دلیلی که نمیتونیم بگیم، موتور فیل شد و هلیکوپتر اون سقوط رو به راه کرد. کسی ندید، بنده خدا نشسته بود تو خونش و دیدی که با چتر اومد توی محوطه باغ. بنده خدایی که اوه چقدر مویی رد کردم وسط کویر. واتساپ برو، چه خبر است؟ کشتی نوح دارید میسازید؟ از هر جانداران یک جفت، از هر جاندار. کیفلم کیفلم عزیزم، کیفلم عشقم، چیزه بزرگی کشفید. اهمیت موجودات برتر، وجود موجودات برتر کشف کردی، مثل من که یک سلبریتی هم. مردمی که باید بپرستی تا حقیقت رو بفهمی. این مدالته به خاطر دستاوردات. مشتی هستی و سفره دار. کریس ازت خیلی راضی. حقیقتا راضی هم زندار، دستاوردی بزرگی داشتی. اما اینو مثل یک پلک به هم زدنی گذراست. فقط با دستاورده بیشتر در آخر زمان نجات پیدا میکنی. تو تقریبا یک مومن واقعی هستی. Very reasonably priced too. مبلغ ما کریس at the Epsilon Center in the city. فقط یک کمک مالی کوچیک باید بکنی به کریس در مرکز توی وسط شهر. First you must wear your medal and your attire and run 5 miles through the desert. 5 کیلومتر توی آقا کیفلام. صرفا برای اینکه ببینیم تهش چی میشه. با همین مدال باید 5 کیلومتر بدوام. متشکرم واقعا. دیوید گاگینز ایران، دیوید گاگینز وجودم رو باید برا کنم. گاگینز مود اکتیویتد. داخل مناطق زیارتی اپسیلون هستی. 5 مایل رو در بیابون با لباس اپسیلون بدو. کیفلم کیفلم ذکرم داره میگه کیفلم کیفلنگویان. کاروان راهیان اپسیلون 1/10 مایل شد. تازه 50 برابر اینو باید برم. تا خون در رگ ماست میریم جلو، خبری نیست. فقط باید یه جوری تنظیم کنم که برگشتن دوباره برسم همینجا ترجیحاً. ماشاءالله جا بذارم به تخته. چطوری ستون؟ نریم به خودت، اهمیت نداد یارو. وقتی با دوست دخترت کات کردی ولی پول ماشین نداری. اسم من دیه نیار. It ain't a cult. این یک فرقه نیست، این یک فرقه نیست. به بنبست معنوی رسیده توی زندگی خودش. بهش معنا و مفهومی نداره هیچ چیزی دیگه تو زندگی براش. به پوچی رسیده و میخواد باور کنه که کیفلم یک فرقه نیست. الان مایکل داره در این ریالیتی و واقعیت زندگی میکنه که کیفلم به راه. خودش رو زده به خواب. مهندس بیدار شد از خواب خرگوشی. کیفلم جان، مسافت طی شده 0 مایل است. خیلی ممنون واقعا. ریست شد. 1/10 مایل از اول شروع کردم. اینجا جایی که نباید خشمگین و عصبانی شد.
کاملا مسلطیم به اعصاب خودمون. اشکال نداره. 5 more minutes of this shit. Put a price on self-actualization. Actually you can. And I'm paying it. داره بهای self-actualization و اینکه خود واقعیش رو به منصه ظهور برسونه رو میپردازه. دور فرودگاه میدویم اصلا. یه تعبیری که میشه داشت از کارهای بیهوده و دونیشن هایی که داریم انجام میدیم، اهدایی های مالی که داریم به اپسیلون، میتونه این باشه که خیلی از فرقه ها و گروه هایی از اول تاریخ تا الان وجود داشتن که کارهای بیپایه و اساس خواستن از فالوورها و دنبال کننده های خودشون، هیچ پایه و اساسی در واقعیات نداشته ولی باور کردن مردم دیگه. یه دگول خوردن، گولشون زدن و دست به گولشون زدن به طور کلی دیگه. حالا روزی 45 مرتبه کیفلم کیفلم چی این رو نقشه رندوم اینترکشنه؟ من ایمانم فوق العاده قویه. I'll stand unshaken. I'll stand by the God principles and stick to my path towards freedom and self-actualization. No charam. You can call me daddy, as always. I should mention this. Would these trees just shut up? Kiflam. جان درخت ها حرف میزنن. به شدت رو مخمه ولی باید انجامش بدم. I've made a promise. من یک قول دادم. بذارید از این فرصت استفاده کنم و یکم اصطلاحات انگلیسی با هم دیگه کار کنیم. A 10,000 step marathon begins with the first step. برید. یعنی اینو که گفتم این ویدیو رو باید ببندید و خدا نگهدار تا ویدیوی بعد. یک ماراتون 10,000 قدمی با قدم اول شروع میشه. آدم میگه 10,000 قدم باید بردارم. آره دیگه، چاره ای نیست، منم باید بودم و کیفلم کیفلم گویان 5 کیلومتر رو پر کنم. آدم باید پیشو بماله به تنش، اصطلاحا قبول کنه که یه کار بزرگی پیش روش قرار داره، قرار آروم آروم آهسته و پیوسته به سرانجام برسونه. و اینه که فرق برنده ها و بازنده ها رو تعیین میکنه. بازنده هایی که 80% اصلا قبل از اینکه چالش شروع شه خسته میشن و ول میکنن. داریم میرسیم آقا قدمای آخره. به عشق خودتون برعکس انگوش کوچیکه و انگشت میانی دست چپم رو مصدوم کردم. الان یک ربعه که خوش شده انگشتم رو کیبورد، ولی گفتم یه منتی بذارم که به خاطر شما من این کار رو 5 مایل در بیابون طی کردی. زیارت تکمیل شد. زیارت قبول سلطانیه. بنر بزنیم. بازگشت باشکوه چی میگن برای حاجی ها برمیگردن؟ قبول باشه حاج آقا. خب یه نفسی بگیر سلطان. پشمام تماس رو گرفت. رئیس ماتریکسه. کیفلام. کیفلام. این که حقیقت الهی. کریس فورمارش. I fought many mythical beasts in that desert in my previous life. You are very near to quelling your antithesis. I've been following your progress very closely. من نزدیک پیشرفتت رو دنبال می‌کنم. I'm everywhere all at once. من در آن وقت همینجا هستم. One more mile and you will have arrived at where you are. Make me proud. یک مایل دیگه بود و Craft be praised. جدن باید یک فاکینگ مایل دیگه بودم. الله اکبر. ایسکای ما رو گرفتن. الان پشت خودش داره میخنده به ریش من با دلارایی که بهش دونیت کردم. پای منقل و بساط. یک مایل دیگه به عشق شما بچهای توی خونه. وگرنه که میخواستم ببندم برم مافیا پلی بدم. سلطان Am I finished? تمومه؟ No. Your journey is just beginning. Have you cast off the cane? Have you observed your inefficiencies? I guess so. Then they no longer exist. You are ready. Ready for what? To make another investment in yourself. Bring a generous tithe to the center in Vinewood, and I will personally receive you. یه هدیه خوب بیار توی مرکزمون توی واینوود بولوارد و خودم شخصا میام میبینمت. خب چی میتونم اهدا کنم بهشون آخه؟ پول منظورشه؟ یعنی که صرفا خودم اونجا حضور به عمل بیارم کافیه.
چقدر زشت ترکید، چقدر مصنوعی بود، ولی طبیعی نبود. حال نکردم با این داستان، ولی علی‌رغم این که روب لباس اپسیلان تنم نیست، علامتش روی نقشه هست. اینجا ساختمونشون پشمام، ولی چقدر بهشون دونیت کردم، چقدر کار براشون انجام. منتظر بودیم زاندار. هم باید روب تنم باشه و 50,000 دلار پول. آهنگشون هم داره پخش میشه اینجا. بریم من لباس تنم کنم. مرض. نکته فوق العاده عجیب اینه که بغل خونه خودمونن اینجا. یا الله، رنگ سازمانیشون هم آبی روشنه. The Epsilon Program Building Zr Building Zr Zr رئیس ماتریکس. Welcome Zandar. خوش اومدید. I'm so happy to see that you understand. خوشحالم که همیشه درک میکنی. I know nothing. من هیچی نمیدونم. No H. کریس بدون H. Then you know everything. پس همه چیزو میدونی. Kiflam. Kiflam. The tract is being written. رساله نوشته میشه. با هم مینویسیمش. با هم. I'm writing the tract here. Do you have the cash? پولو داری؟ yes, I do. الله اکبر، پول چه دارن خارج می کنن؟ اسکم بوده نکنه. I was speaking with Carpatom. امروز با کارپام تام صحبت کردم. در پارادایم چهارم. And he said that we should deliver some of the apocalypse funds. گفتش که بخشی از سرمایه‌ای که جمع کرده بودیم برای آخر زمانو باید یه جای مخفی کنیم توی جدید. Kiflam. Zandar, tell me. Have you reached my paradigm? به پارادایم من رسیدی؟ به اون ابعادی که من بهشون دسترسی دارم؟ تو هم اون قدر و اون اندازه روحی و معنوی پیشرفت کردی؟ یعنی now are you ready الان اومدی که رساله رو بنویسی؟ just make sure to deliver this big bale of cash. این یه خروار پولو به هلیکوپترم تحویل بده. oh and I'm sure you'll be pleased. حتما خوشحال میشی که بدونی کرافت تحت تاثیر پیشرفتت قرار گرفت. داخل پرانتز یکی از بچه ها بهم گفتش که وقتی پول رو داری جا به جا میکنی آخر اپسیلون، پس این آخرشه، اسپویل شده بود یه جوری برام، گفتش که میتونی پول رو بدزدی و این کارو بکن. این تنها اسپویلیه که من از اپسیلون میدونستم. کریس خیلی بهم اعتماد داره. خوب بودن که این میرسیم. میدونم آلیه پلکم کیفلم. چقدر پول اینجاست؟ چه ربطی به تو داره؟ هیچ هزینه قابل مقایسه با ارزش درک حقیقت نیست. اسکمه آقا، من که میدونم اسکمه. دوست دارم بدوزم پولو. الان میتونم جیم شم؟ اگه من برم پشت سرم ببون. تو از نیروی امنیتی اپسیلون فرار کن. پشمام، نگاه کن، یه ریز مسیر رو عوض کردم. لاشیو با تیر ترقه افتادن به جونم. نگران نمشتنه میبینمش. نمیدونم کریستی اون چی دید. این اتفاقی که میفته وقتی یک کافر رو را بدی به جمع افراد مؤمن، یک کافر دیگه در لباس مؤمن. این آموسه دلغک انطوره. آهان، دارم فاک نشونش میدم، سلاح دستم نیست. مایکرو اس ام جی نارنجک. یه پیام دارم برای اپسیلون عزیز. بذار ببینم. زنازاده رو نگاه کن، چقدر بد میزنم. مردم، چقدر بد میزنم. کسی ندید، کسی ندید، عادی باشید. Take a chill pill. ما رفتیم. بای بای. هم موقعی گفتش که he's put a lot of trust in you. یه عشقم، یه بقلم. اون رو یه رو بجوه.
ناموس دلغک. این واسه تو چقدر بد میزنن. اگه همه ماموریت های جی تی اینقدر چالشی بود خیلی جالب میشد. دارن واقعا میکشن منو فاکین. بذار دادارم قشنگ دور شم، پولای منو سوراخ نکنن. هرچی بهشون دونیت کردن تا قرون آخر از حلقومشون میکشن بیرون با سودش، با خواب پولم اصطلاحا. نمیتونم فرار کنم یا باید درگیر شم. کسی زمینده نفقه توی بردار زمینده. آخرین امید من، آخرین امید ما هستیم. ایوه فشاری پس رو نیست. خب اینم از این. باید گمشون میکردم به همین راحتی، نیاز نبود درگیرشم باشون. سی خرد به جای خشم. چی شد الان؟ پلیس هم گم کنم یه تمومه؟ پشما پشمای خانه مظفریان. جان 2,100,000 دلار. Unknowing the truth، حقیقت رو فراموش کردم. پشمام اپسیلون هم تمام شد پس. کریس خیانتکار کثیف، چه کارا که برات نکردیم. دوران روشن فکری به پایان رسیده. هر این جوری میتونی به چشمه باز پرداخت بهش نگاه کنی. نمیفهمی من چقدر قدرتمندم. من تو واین وود شغل درست میکنم، آدم معروف میکنم. باید برم برادر بردار. کفل تو کافری. به عنوان کود در بود دهم ازت استفاده میکنم. دمتون گرم، بی اندازه سپاسگزارم از همراهیتون، از توجه و نگاه هاتون که این سریو دنبال کردید، انرژی دادید به من بیش از اندازه و روحیه برای اینکه محتوا تولید کنم. بدون شک من این جی تی ای رو پلی میدادم دوباره از اول و خودم غالبا دوست داشتم که ویدیو هم ازش درست کنم. یه مدتی اصلا ویدیوهای چنلم بشه فقط جی تی ای وی، چون علاقه قلبیم بود که این بازی رو پلی بدم. و خوشحالم که حالا نه همه شما خوبان که چنل رو دارید، ولی یه تعداد زیادی دوست داشتن این سری رو دنبال کردن و به من اجازه دادین در طی این سری که خود واقعیم باشم، کانتنت فیک درست نکنم، وانمود نکنم که دارم از یه کانتنتی لذت میبرم در حالتی که علاقه قلبیم یه چیز دیگه ایه. خیلی خوشحالم که شما رو کنار خودم دارم و میتونم خود واقعی باشم توی چنل تا حد زیادی حداقل. دمتون گرم و تمام. ویدیو و سری های بعدی میبینم.